بنام خدا، سلام و شبتون بخیر. امروز چهارشنبه 23 جوزای 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 13 جون 2018 میلادی. به مجمع خبری ساعت 8 شب اوریان و نیفوریان خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها: فراخوان شورای صلح بعد طالبان برای رایزنی در مورد جنگ. اگر جهت بولو ما چه اگر طالبانو به تحریک کدی هغوی درسی به کابل کې، په هلمند کې، په روزګان کې. ادامه یه درگیری در شمار از ولایت ها در دومین روز آتش بس. جوس وسلوال لای اضافه وجد سوی دی روستای پولیس محلی ولسوالی مقر سقوط کردن و امیدواری به پایان یافتن برنامه اتمی کوریای شمالی. شورای عالی صلح و رهبر طالبان فراخوان می‌دهد که با گردآوری علما جنگ افغانستان را به رایزنی گیرد. رئیس دبیرخانه این شورا می‌گوید اگر عالمان دینی طالبان با عالمان دینی پاکستان و علمای داخل کشور ثابت کردند که جنگ آنها مشروع است، با آنها یک جا خواهند شد. این مقام شورای صلح در پیوند به خبرنامه رهبر طالبان می‌گوید که نباید به زودی در انتظار صلح با طالبان بود. اعلامیه خبری ملا هیبت الله رهبر طالبان به مناسبت روز عید نشان داده که این گروه بر روند صلح چندان باور ندارد و کدام اشاره به آتش بس نیز نشده است. در اعلامیه همچنان فتوای علمای افغانستان در گرد همایی کابل نقد نشده و از آنها خواسته شده است که در چنین گرد همایی ها شرکت نکنند. اما رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح به رهبر طالبان فراخوان می دهد که حاضرند با علمای بی‌طرف که از سوی طالبان انتخاب شدند در مورد جنگ افغانستان رایزنی کنند. من به یو پیشنهاد وکچی رازی علما د افغانستان به طرف علما د افغانستان هغه علما چې د پاکستان په کمپونو کې لوی لوی مدرسې لري، یا په پاکستان کې لوی مدرسې لري، یا هغه مفتیان یا هغه جهاد علما چې هغه د طالبانو په تحریک کې دي، هغوی درسی په کابل کې، په هلمند کې، په روزګان کې، په هر هغه کې چې دوی دې سره کینی که دغه برنامه بر حق وي او د دوی دا جنگ او د دوی دغه د سولې ته نه راتګ دا د اسلام له نظره درست وي، موږ به ورسره لاړ شو. موضوع آتش بس با گروه طالبان موضوع بس دیگر آقای خپلواک است. این مقام شورای عالی صلح میگوید به زودی نباید در انتظار نتایج بود. من باید دومره هم امیدوار زیاد نشو چې طالبان د پی ورس کې ټول دیدګاه تغیر کړي. موږ د طالبانو اوربن مثبت او د یو نی قدم په توګه اخلو. با این حال قرار است رهبر طالبان گفته است که تا زمان خروج کامل خارجی ها سلاح به زمین نخواهند گذاشت و حاضرند با امریکایی ها به میز مذاکره حضور بیابند. در تازه ترین حملات طالبان بر مناطق مختلف کشور ده ها سرباز امنیتی جان باختند و شماری هم اسیر طالبان شدند. ولایت های غزنی، سرپل، بدخشان، فاریاب، جوزجان و فراه شاهد این حملات طالبان بودند. نظامیان میگویند به دلیل آتش بس نمی توانند در برابر طالبان عملیات را راه اندازی کنند. طالبان ساعت 2 شب چهارشنبه بر پازگاه شخولول ولسوالی جرم ولایت بدخشان یروج برده و این پازگاه را برای چند ساعت در اختیار گرفتند. اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند در این حمله طالبان شمار سربازان جان باخته و دهی هم اسیر شدند که رقم مجموعی آنان به 15 تن میرسد. آن چه که مهم است که چرا غفلت شد و این سنگر مستحکم دشمن تانش بیاد داخل شوه و دشمن تانش بیاد اینجا ضربه بزنه که امروز ما خوبترین فرزندهایی را که در اوجوازی سنگر دفاع میکردن در کنار طالبان مسلط در این شب ولسوالی پرچمن و 5 پاسگاه را در مرکز ولایت فران نیز مورد حملات قرار دادند. در این حملات 4 نیروی امنیتی جان باخته و 1 تنشان زخمی شدند. هرچند فرمانده پلیس فرا از تلفات زیاد به طالبان نیز سخن میزند. د دقیق راپورونه لمه چې مرتدغه زیرا کړ 50 وسلوال لای اضافه وجد سوی دی. حملات طالبان در ولسوالی مقر ولایت غزنی نیز تا چهارشنبه روز چهارشنبه ادامه داشت که در آن 6 پاسگاه نظامیان سقوط، 3 پلیس محلی جان باخته و 1 تنشان زخمی شدند.
روز گذشته نیز در این ولسوالی 5 تن جان باخته و 25 تن دیگر زخمی شده بودند. که اکثر از پست‌های پلیس محلی ولسوالی مخور سقوط کردند. در حدود 6 پست را بر ما گزارش رسیده سقوط کرده و ولسوالی ته موږ اطمینان ورکو چې هلته یو سرباز ژوندی دی. دا تشویش یا دښمن بې ځایه تبلیغات یا دغونو پستې سقوط ته بې ځایه خبرې دي، هیڅ موږ سقوط نه لرو. طالبان به حملاتشان در ولایت فاریاب نیز ادامه دادند و در حمله بر منطقه سرحوز یک خیزش مردمی جان باخته و 6 تنشان زخمی شدند. 200 سرباز دیگر در ماسری این گروه در ولسوالی کوهستانند که از سرنوشت آنان خبری نیست و نظامیان نیز میگویند که به دلیل آتش بس نمیتوانند عملیاتی را راه اندازی کنند. ولایت جوزجان نیز شاید تحرکات طالبان اند و نگرانی های وجود دارد که اگر اقدام نشود برخی مناطق سقوط خواهند کرد. برای فعلا خط واقع است به قریه گرجک مربوط به سوالی فیضابات ولایت جوزجان. اگر خدای نخواسته کمک های عاجل و آنی به قریه گرجک نرسه، اونجا نیروی های تازه نفس مستقر نشود، قریه گرجک هم به نفع دشمن سقوط میکنه. سخنگوی وزارت داخله میگوید اگر طالبان به نظامیان حمله کنند جواب خواهند گرفت. هرگاه در ساحه مخالفین دست به تحرک بزنند و باعث برهم زدن آرامش مردم شوند، طبعا که ما به دفاع از مردم و از ساحات خود میپردازیم. طالبان به عملاتشان که روز سه‌شنبه در ولسوالی صیاد و سرپل آغاز کرده بودند ادامه دادند و مسئولان تایید میکنند که در کنار سقوط 2 روستا و 5 پاسگاه نزدیک به 20 نیروی امنیتی در این 2 روز جان باختند. وزیر شهرسازی با 4 معین این وزارت از مقامشون استعفا دادند. وزیر شهرسازی دلیل استعفایش را بیماری میخواند که مانع کار وی شده است. سید سعادت منصور نادری میگوید که در 3 سال کارش وزارت شهرسازی را از یک وزارت ناکام به یک وزارت پیشگاه مبدل کرده است. سمیرا ظفری گزارش میدهد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و 4 معین آن یک جا از مقامهایشان استعفا دادند. آقای نادری وزیر پیشین شهرسازی دلیل استعفایش را بیماری میداند که به گفته وی سبب سکتگی کارش می شود. با منظور جلوگیری از ایجاد سکتگی در اجرای امور مربوط به وزارت شهرسازی و مسکن که مسئولیت های خطیر را در راستای طرح و تطبیق برنامه ها و پروژه های مختلف شهری به دوش دارد، استعفای خود را حضور مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمودم. وزیر پیشین شهرسازی میگوید که در زمان 3 سال و 2 ماه کارش این وزارت را از یک وزارت مردم آزار و فاسد به یک وزارت کارا مبدل کرده است. امرودین سالک، محمد اکبر احمدی، حامد جلیل و اجمل شمس معینان این وزارت بودند که با وزیر یک جا استعفا دادند و به جای آنها روشان ولسمل به عنوان سرپرست وزارت و نسیم خلیق، وزیر احمد گلستانی و همایون فیض به جای معینان این وزارت گماشته شدند. توظیف محترم روشان ولسمل معین امور شهری وزارت شهرسازی و مسکن به حیث سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن و جمهوری اسلامی افغانستان منظور است. از خداوند متعال جل جلاله توفیقات مزید برایشان آرزو می کنم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. تعهد دارم که همه پروژه هایی را که شما زیر دست داشتین اونا را او پروژه ها را من به شکل احسن ادامه بتم و انشاءالله تطبیق خواهد کردم. اما شمار به این باورند که چنین کرانگیری ها بر اساس معاملات پشت پرده است. بعضی ها به این تصور است که غین میخواهد تمام قدرت قبضه کنه و بعضی به یقید است که نه، غین میخواهد که این وزرای فاسد فعلا به دردش نمیخورد از بین ببرند. من به یقید استم که حکومت افغانستان فعلا به یک بانک میمانه، بانکی که مملو از پول است. این در حال است که روز شنبه وزیر انرژی و آب به فرمان رئیس جمهور برکرار شد، اما چند ساعت پس از آن رئیس جایی دستور به ادامه کار علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب داد. افرادی که متهم به جرایم ضد بشریان نباید بر روند انتخابات نامزد شوند. کمیسیون حقوق بشر میگوید شماری از نامزدان احتمالی اند که دست آنها آغشته به جرایم جنگی است و تا اکنون هیچ محکمه در برابر آنها فیصله نکرده است. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایات میگوید به شکایت های شهروندان در مورد نامزدان احتمالی گوش داده خواهد شد. افسون محمدی با جزئیات بیشتر.
همزمان با پایان روند ثبت نام نامزدان مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها، کمیسیون حقوق بشر میگوید نگرانی از راه یافتن افراد به فهرست نهایی نامزدان وجود دارد که دست آنها آغشته به جرایم ضد بشری است. رئیس این کمیسیون تأکید می‌ورزد که شماری از زورمندان تا اکنون به محاکمه کشانیده نشدند، اما مردم باید با رأی خود آنها را به عدالت بکشاند. در قانون اساسی افغانستان گفته کسایی که محکوم به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری از طرف محکمه صالحه صورت شده باشه نمیتونه کاندید باشه، اما کسی یعنی اکثریت افراد و محکوم نشده از طرف محکمه، به این خاطر است که مردم افغانستان از رای خود باید به عنوان محکمه استفاده بکنن و افرادی که متهم است به جرایم جنگی و جرایم ضد بشری رای ندن. اکنون توپ به میدان کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی است تا نامزدان احتمالی را از فلتر این کمیسیون عبور دهد. مسئولان این کمیسیون میگویند به تمام شکایات شهروندان و نهادهای مدافع رسیدگی خواهد شد. شرایط فعلی هم ما این تصمیم جدی داریم و این خوشبختانه قانون بر ما صلاحیت داده و ما در یک هماهنگی با نهادهای مختلف از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر که شما گفتین در حقیقت نسبت به بک‌گراند آدم ها، نسبت به سوابق آدم ها تحقیق لازم صورت میگیره و نسبت به اونا قضاوت قانونی صورت. روند رسیدگی به شکایات انتخابات قرار است در هفت سرطان شروع و تا یک ماه ادامه یابد، اما اینکه این کمیسیون تا چه اندازه به شکایات به گونه مستقل رسیدگی میتواند باید در انتظار زمان بود. 11 دور رقابت های حسن تلاوت قرآن مجید مجید شبکه اتصالات با معرفی 5 چهره برتر به کار خودش پایان داد. در این رقابت ها 500 قاری از 7 زون کشور شرکت داشتند. سخنرانان راه اندازی این رقابت ها را برای ترویج تلاوت قرآن کریم سودمند می دانند. 11 دور رقابت های حسن تلاوت قرآن مجید که از سوی شبکه اتصالات راه اندازی شده بود پایان یافت. در این برنامه رقابتی که از سوی اساتید ورزیده حسن تلاوت پیش برده می شد 500 قاری در عرصه تلاوت قرآن کریم از 6 زون مختلف کشور اشتراک داشتند که از میان آنها 5 تن من حیث قاری های برتر برگزیده شدند. من معتقد هستم که باید از ابزارهای گوناگون برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های قرآنی در جامعه استفاده کرده و برای تشویق جوانان در این راستا ابتکار عمل به خرج دهیم. مصطفی مرتضوی مشاور فرهنگی معاونیت دوم ریاست جمهوری در مراسم پایانی این رقابت گفت راه اندازی همچون برنامه‌ها در بخش‌های دینی و اسلامی ارزنده است. اون چیزی که برای ما و شما من حیث یک مسلمان، من حیث یک شخص متعهد مهم است که ما این مسیر ادامه بدیم، این مسیر ادامه بدیم و این مسیر گسترش بدیم. این رقابت دو ماه دوام داشت و در نتیجه قاری محمد علی، قاری محمد احسان، قاری ضیاءالرحمن، قاری خلیل احمد و قاری عبدالمصور مقام های اول تا پنجم این دور را کسب کردند. دوباره خوش آمدید. توجه کنید بچه‌ها، خبر کوتاه از خارج کشور. رسانه‌های کره شمالی گفتند که دونالد ترامپ در ملاقات با کیم جونگ اون رهبر این کشور تعهد کرده که پس بهبود روابط بین دو کشور تحریم‌های وضع شده علیه کره شمالی را لغو خواهد کرد. این وعده در بیانیه پایانی نشست کیم و ترامپ در سنگاپور نوشته شده است، اما پیش از برگزاری ملاقات دو طرف مقام‌های آمریکایی گفته بوده تا زمانی که کره شمالی گام مشخص قابل راستی آزمایی و بازگشت ناپذیر در پایان دادن به برنامه اتمی خود بر ندارد، تحریم‌ها لغو نخواهد شد. روز شنبه رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری گفته که برچیدن کامل برنامه اتمی کره شمالی روند طولانی و از نظر فنی پیچیده است، اما خنثی شدن توان هسته‌ای آن کشور به منزله پایان یافتن فعالیت اتمی تلقی خواهد شد. سازمان انرژی اتمی ایران گفته که هر وقت آیت الله خامنه ای دستور دهد برنامه احیای فرودو را اعلام میکند. گزارش ها حاکی از آن است که سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هر وقت که آیت الله خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران دستور دهد برنامه احیای سایت فرودو
برای غنیسازی یورانیم اعلام می شود. پایان غنیسازی یورانیم در سایت فرودو یکی از مهمترین خواسته های جامعه جهانی از ایران بود که در توافق هسته موسوم به برجام بردست آمد. بر اساس توافق برجام، قرار بود فرودو از یک سایت غنیسازی یورانیم به مرکز تولید ایزوتوب های پایدار تبدیل شود. با خبر اقتصادی خوش آمدید. بانک همه دروازه های شغل بروی نجلا بسته شد، اما او همتش رو از دست نداد. نجلا بانک از سوی دفترهایی که برای کار مراجعه کرده بود پاسخ منفی دریافت کرد، اما با تلاش خستگی ناپذیر افزون بر خود کفایی اکنون زمینه کار را برای شماری از بانوهای دیگر نیز مهیا کرده. با آنکه تلاش های نجلا برای دریافت کار در نهادهای دولتی و خصوصی ناکام شد، وی تسلیم نشد. وی با فرم کوچک مرغداری در خانهش و عقض یک ماشین معمولی خیاطی کارش را آغاز کرد. اکنون کار وی رونق یافته است. نبود امکانات است، فقر است، این چیزهایی است که باعث از این میشه که یک جوان زمانی که مشکلات متقبل میشه این وادار به این میکنه که بیاید روی صحنه کار بکنه و از خود خلاقیت نشان بده. نجلا اکنون زمینه کار را برای 25 بانوی دیگر نیز مهیا کرده است. مشخصا روی شفخانه ها است که شما میبینید اینجا کلباس هایشان است که برای قرارداد میگیریم میدوزیم و برای خانم هایی که اجازه ای را ندارن که پیش آقایان برن برای دختن لباس، چون اینجا میان لباس هایشان را میدوزیم. و از کار ما را البته از آغاز کار ما از یک سرمایه گذاری ناچیز بوده که ما شروع به این کردیم. بانو نجلا که تحصیلات عالی دارد میگوید که برای رشد اقتصاد بانوان به سطح بالا برنامه درست موجود نیست. با آنکه مسئولان میگویند برای بانوان برنامه ها و آموزش های حرفوی موجود است، اما این برنامه ها بسنده نیست تا مشکلات اقتصادی بانوان را مرفع کند. توجه کنید بنات شما را از اثر خرجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 50 پول، یک یورو 83 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه پاکستانی 585 افغانی و 1000 روپیه هندی 1040 افغانی. اکنون وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 31. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. و غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. از همراهیتون با مجموعه خبر این ساعت سپاسگزار هستیم. شبتون خوش. خدا نگهدار.